یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت حکومت وی روی بازنگری استراتژی همکاری با ایالات متحده، آیساف و ناتو کار میکند و این موضوع را به کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان نیز فرستاده است تا بر اساس آن در مورد روابط آینده خود با ایالات متحده تصمیم بگیرد. Exactly, I have referred therefore to the leadership. من این موضوع را به رهبری کشور خود راجع کردم که آنها اعضای کمیته امنیت ملی پارلمان هستند. من بر اساس توصیه های کمیته امنیت ملی در مورد اقدامات بعدی خود در نشست پارلمان توضیح می دهم. از توی هم آقای گیلانی در پاسخ به سوال در مورد عدم شرکت نماینده پاکستان در نشست بن در اعتراض به حمله هوایی ناتو گفت: ما عدم حضور خود در نشست بن را رد نمی کنیم. So there is a possibility. آیا امکان آن وجود دارد که پاکستان نماینده خود را نیز به این نشست نفرستد؟ بله، این واقعیت دارد. اما وزارت خارجه آمریکا حضور پاکستان را در نشست بن به نفع دولت اسلام آباد دانسته، ابراز امیدواری می کند که حکومت این کشور در نشست بن شرکت خواهد کرد. ما باور داریم که این به نفع پاکستان است که در نشست بن شرکت کند، زیرا تمرکز این نشست ایجاد یک افغانستان باثبات و صلح آمیز است که پاکستان نیز از آن نفع می برد. And so that is very much in the interest of Pakistan. آقای گیلانی میگوید در حالی که پاکستان خواهان تقویت روابط با آمریکاست، اما حمله اخیر آیساف به خاک کشورش را برای دفاع از حاکمیت ملی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. وای همچنان افزود که اسلام آباد آماده همکاری برای تامین امنیت در افغانستان است، اما نه به بهای نقص منافع ملی و حاکمیت ملی پاکستان.